خب اخباری که از ایران میاد متاسفانه اخبار خوبی نیستش با توجه به شرایط بد اقتصادی و ظلم و ستمی که نظام اسلامی داره و کارهایی که میکنه هفته قبل تصدیق گفتیم برای جوانانی که در کردستان اعدام کردن اما به خاطر اینکه اون خون رو جمهوری اسلامی بتونه به نوعی رفو کرده باشه و پوشش بده دیدیم که در احواز با یه توطعه دیگه ای نظام اسلامی شرط رو ایجاد کرد که جا داره تسلیت بگیم به هموطنان احوازی خودمون اما قاتلین خود نظام اسلامی هستن همه هم همینو میدونن همه مردمی رو میدونن دیگه نظام اسلامی مانند اون چوپان دروغگو شده حتی اگر حتی اگر یه روزی حقیقت و راست بگه چه کسی هستش که حقیقت اینها رو بپذیره و گردن داعش رو اینا میندازه و شما میدونید که هفته گذشته آی روحانی نیز اومده بودن نیویورک برای سازمان ملل که صحبت بکنن و باید پیامی داشتن باید یک موضوع رو میگفتن چرا که احتمال انتقاد بیشتر از این بود از طرف پرزیدنت ترامپ و همچنین مخالفینی که اینجا هستن کسی که به دنبال حقوق بشر هستن به دنبال عدالت و انصاف هستن که بگن شما چرا دست از اعدام بر نمیدارید پس بنابراین این شرایط رو درست یک هفته قبل ایجاد میکنن و حتی بیشتر از این بوده که نتوانستن اونها رو خوشبختانه انجام بدن چون برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه ایزان جان ایرانی ها مهم نیست اونها براشون اون ایدولوژیشون، افکارشون، مهم هستش که بتونن در مسیر رسیدن به اون هدف جنگ و خونریزی در جهان اون رو ادامه بدن و بتونن ایدئولوژی خشم و در از ایدئولوژی شیطان رو ساکن کنند. از این رو تشویقتون میکنم هم بطنان لطفا با ما در این دعا بیستید آمید. در نام ایسای مسیح سرنگونی این نظام رو بخوایم خوشبختانه اخبار این هستش که میبینیم که اعتصابات داره سراسری میشه کامیون ها شروع کردن <تصفح> کامیون های دولتی و کامیون های خصوصی کلا رو شروع کردن تشویقتون میکنیم هم وطنان بازاری ها کسبه شروع کنید دست به دست هم بدید و در این اعتصاب قرار بگیرید مدارس نیز شروع کنید مدرسه رفتن رو تعطیلش کنید معلمین لطفا شروع کنید و اعلام بکنید چرا که همون گونه که قبلا خدمت شما عرض کردم ایران احتمال یک جنگ رو داره ولی سه جنگ در برابرش هست جنگی رو که جمهوری اسلامی میخواد از این مشکلات رهایی پیدا کنه خودش داره دلیل میشه خودش داره میخواد این جنگ ایجاد بشه مانند هی سال جنگی که دلیلی شد که بتونه ریشه های درد و بدبختی رو تو کشور ما سفت و محکم قرار بده انجام داد و خودش یک جنگ دوم به خاطر اینکه سعی میکنه سعی کرده در طول این چهل سال دخالت و فضولی به کشورهای دیگه کشورهای دیگر رو بتونه در این رابطه تهدید کنه اونها جنگ رو شروع بکنن از جمله خوب خود آمریکا و اروپا هرچند اینها خردمندتر از این هستن که به بازی نظام اسلامی برن ولی جنگ سوم که جنگ خوبی هست این جنگی که شما باید شروع کنید با اعتصابات با نپرداختن قبض های آب و برق و در این مسیر با باز نکردن مغازه هاتون هوشیار باشید با هوشیاری این کارا رو انجام بدید هرچند خبر داریم که روز دوم هستش که تهران در به نوعی حکومت نظامی هستش اونها منتظر حرکت شما هستن شاید هم الان تعجب میکنن چرا مردم کاری نمیکنن من ایمان دارم که به موقعش مردم ما ملت ما دست به اعمالی خواهند زد تا از این شرایط بد نجات پیدا کنیم خطوط ما پر هستش اما قبل از اینکه بخوایم خطوط رو جواب بدیم تشویقتون میکنم لطفا با دعای ما متحد بشین فراموش هم نکنیم لطفا به کمپین خدا محبت هست بپیوندید امید. که امید. God is love. بله که در این مسیر خوشبختانه میبینیم که از دیوارها به پولها رسیده هرچند پول ایران دیگه ارزش نداره خدا دیگه محبت, محبت مطابق نامی اول یوحنا چهار هشت هشت این پولی که عکس خمینی روش هست یک دیکتاتور و یک جنایتکار بنیانگذار این جنایت و همچنین در این رابطه روی دیدیم که بازم برای منم همین امروز فرستادن که بر در و دیوارهای ایران حقیقتا ایرانی ها دارن فریاد میزنن خدا محبت هستش پذیرش اینو ندارن که الله خدا هست دیگه از این به بعد ملت ما این آگاهی رسن که الله فقط دلیل بدبختی ها هستش دلیل ضعف هست دلیل تمام آنچه را که به نفع شرارت و شیطان می بوده هستش در تمام جوامع و کشور ما مردم ما امروز به این آگاهی رسن پس تشویقتون میکنم ایزان بر در و دیوارها به طور خاص دیوارهایی که مراکز اسلامی هست بنویسید که خدا محبت هستش آمین. و این گونه نخواهد بود که ملت ما بیشتر از این فریب آنانی که نظام اسلامی رو در اصل ساکن کردن بر کشور عزیزمون باشه با این مانمات که خداوند شروع کرده با فیضش به کمال خواهد رسون و این اتحاد ما و این کنار هم بودن ما با فیض خدا آزادی رو به ما خواهد داد آمین. که از این به بعد در صلح و عشق زندگی کنیم امیل. با همدیگه دعا خواهیم کرد عزیزان برای ایران برای تو هموطن عزیزم و بعد تلفن ها رو میگیریم